به نام خدا. در ساعت گذشته ما مینوی فایل بود. در این ساعت بخش مینوی ایدیت هم در نظر گرفتیم که از مینوی ایدیت زمانی که بخواییم بعضی از بخشار تغییرات ایجاد کنیم، در اون صورت ما از این مینو کار میگیریم، مثلا بعضی از بخشار کپی کنیم، پیست کنیم، اندو کنیم. در اون صورت بخشای مختلف داره که میتونیم بر شما تشریح کنم. بخش اولش که است بخش اندو است. اندو که است که یک مرحله است که تو میخوایی از این مرحله میتونی به طرف چی برین؟ عقب بری. مثلا یک کار انجام دادی، یک قسمت را کت کردی یا کپی کردی یا یک قسمت را پیرس کردی، اما میخوایی این بار دوباره در حالت گذشتش برگرده، در اون صورت میتونی از اندو کار بگیری. شماره دومش که است میتونی که بخش چیست که ریبرت است که بخش که است میتونی به حالت قبلی باز میگرده، اما بیشتر در قسمت هایی که فرم های کاربردی داره در اون صورت از این بخش کار میگیریم. بخش کت است که یک ساحه رو میتونی قط کنی، کپی است که یک ساحه رو میتونی کپی کنی و پیس هم میتونی یک ساحه رو از یک جای بگیری یک جای دیگه چی کنی، یک قسمت رو نصب کنی یا اضافه کنی. بخش دیگه که داریم بخش یوز رجیستر است. وظیفه یوز رجیستر است که زمانی که بخوای یک سند ثبت کنی، مثلا به خاطر اینکه ثبت یک سند از دفتر روزنامه استفاده نکنه یا یک از بعضی بخش ها استفاده نکنه، در اون صورت باز یوز رجیستر از این بخش کار میگیری. و بخش یوز کلکلیتور بخش ماشین حساب است که مثلا تو میخوای اولوی حسابی خوده توسط ماشین حساب انجام بدی، میتونی از یوز کلکلیتور هم کار بگیری، یعنی ماشین حساب هم همزمان میتونی از در کویک بوک بگیری و عملی محاسبه خود انجام بدی. بخش فایند است. فایند خودش به معنای جستجو کردن یا پیدا کردن است که میتونی بعضی از اطلاعات خود که قبلا خانه پوری کردی یا اینکه قبلا بعضی از دیتا رو وارد کردی میخوای که اونا رو پس دوباره پیدا کنی، از بخش فایند کار میگیری. بخش سرچ جستجو است. مثلا یک بخش میتونی که در تمام سیستم چی کنی جستجو کنی، باز در اون صورت از آپشن سرچ کار میگیری. و آپشن نوم یا آخرین آپشن که است که آپشن پرفورمنس است که آپشن که است مربوط به تنظیمات کویک بوکس است که تو میتونی به سلیقه خود بعضی از تغییرات ها رو ایجاد کنی یا یکی به سلیقه خود بعضی از بخش ها رو اضافه کنی یا بعضی از بخش ها رو چی کنی؟ کم کنی. که مکملا تب چی بود؟ تب یا مینوی ایدیت بود. زمانی که در خود پروگرام بیاییم این قسمت است که زمان سر تب ایدیت کلیک کنیم، بخش هایی است که همگیش برتان تشریح کردم، فایند و سرچ و پرفورمنس و یوز کلکتر و یوز رجیستر، هم یعنی بخش های مختلف داره. شما میتونید از این بخش ها چی کنید؟ در پروگرام خود استفاده کنید. مینوی بعدی که است مینوی ویو است، قسمی که از نامش معلوم است ویو یعنی مشاهده یا دیدن است. بعضی از بخش ها رو میخواهید در کویک بوکس استفاده کنید و ببینی، در اون صورت از مینوی ویو میتونی هم بعضی از بخش ها رو چی کنی؟ بیاری اد کنی و کار بگیری. مینوی بعدی که از مینوی لیست است، زمان سر مینوی لیست بریم باز بخش های مختلف داره که هر بخشش بسیار زیاد در پروگرام کویک بوک کاربورد زیاد داره. در اون صورت اینا را هر کدام شما دی نظر میگیریم. بخش اول که است چارت آف اکاونس است. چارت آف اکاونس قسمی که در ساعت های گذشته از این آپشن برتون یک اکاونت ایجاد کردیم. و بخش دوم آیتم لیست است. آیتم لیست که است در این بعضی از لیست هایی است که مثلا شما یک بعضی از چیزها را چی کردین به فروش رساندین، میخواین درآمد شه و همچنان انواع خدمات شه و یا یکی میخواین قیمت هایش همگیش چی کنین؟ لیست کنین. در اون صورت از آیتم لیست میتونین همین بخش ها چی کنین؟ لیست کنین. فیکس اسیست آیتم لیست است که از جمله بخش چیست دارایی طویل مدت است که مثلا شما بخواین در بخش دارایی طویل مدت
بعضی از بخش‌ها رو لیست کنین، از این بخش کار می‌گیرین. بخش چهارم پرایس لیول لیست است. پرایس لیول لیست این بخش است که نرخ‌های متفاوت داره، قیمت‌های متفاوت داره. مثلا بخشی از بخش کالا اگه مد نظر بگیریم، کالا هر کدامش قیمت مختلف داره. میتونید در قسمت پرایس لیول لیست چی کنی؟ اضافه کنی. بخش بیلینگ ریت لیول لیست است که در این بخش هم میتونی که در صورت بخواهی که همی بخش محاسبه خود یا نرخ‌های خود که به شکل‌های مختلف است، به قیمت‌های مختلف است، میتونی اینجا چی کنی؟ نظر به درآمدی که داری، نظر به مو درآمد اینجا تایپ کنی. بخش ششم که است سیلز تکس کد لیست است. بعضی از کد لیست هایی است که میتونی که در این بخش چی کنی؟ در نظر بگیری. و بخش هفتم بخش پیرول آیتم لیست است که بخشی است که مربوط به اعضای معاشات است. مثلا تو میخوایی که معاشای کارمندان خود درج کنی، میتونی از این آپشن کار بگیری، از آپشن پیرول آیتم لیست، چی معاش ثابت باشد، چی اضافه کاری باشد، چی یا یکی از معاش کم کنی یا یکی تکس بگیری. تمام همی بخش ها رو میتونی از این بخش چی کنی؟ لیست کنی و از همی بخش کار بگیری. بخش هفتم پیرول اسکیجول لیست است که نظر به نحوی دریافت معاشات است که میتونی که برای می دریافت کسایی که معاش میگیرن برای ازی یک اسکیجول جور کنی، یک تقسیم خود جور کنی که آیا اینا نظر معاش خود نظر بر روزانه میگیره، ماهوار میگیره یا یکی هفته وار میگیره. از اینجا میتونی لیست کنی. بخش دیگه یکی است بخش کلاس لیست است. بخش کلاس لیست که است که مربوط به سود زیان است که تو میتونی یه زیادتر در بخش شرکت ها میتونی کار بگیری که زمان سرمایه گذاری مکنی میخوایی بفهمی که چقدر سود کردی و چقدر زیان کردی یا چقدر نقص دیدی. در اون صورت میتونی از این بخش کار بگیری که بسیار کاربرد خیلی زیاد داره. بخش دومش که است یا آپشن دوم که است آپشن ورکرز کمپ لیست است. ورکر کمپ لیست منظورش از همی چیز اسامی کارمندای شرکت است که شما میتونین زمانی بر شرکت خود کارمندای خود بگیرین، همگیش استخدام کنین. در اون صورت در این آپشن مین و همگیش چی میکنین؟ میتونین لیستش ایجاد کنین. ادر نیم لیست که است که بعضی از نام های دیگه ای است که ایران مثلا میخوایی که یک بار نام کارمندای خود درج کردی، حالا میخوایی که یک تعداد نامای دیگر باز هم درج کنی، در اون صورت از این بخش کار میگیری. بخش دوازدهم یا آپشن دوازدهم که است بخش کاستومر اند وندر پروفایل لیست است که بخش که است مربوط به تقسیم اوقات مشتریان و فروشندگان است و تنها برای مشتریان و فروشندگان نیست، میتونی برای دیگه بخش هم چی کنی؟ کار بگیری. مثلا بر کارمندای خود میتونی از اینجا یک تقسیم بندی کنی کارمندای خود و یکی که بخش مشتری و فروشندگان خود میتونی از اینجا تقسیم بندی کنی که بخش های مختلف دارن و بخش های مختلف میتونی تقسیم بندی کنی. بخش سیزون که از بخش تمپلیت است که تمپلیت های مختلف است یا فرمت های مختلف است به شکل بیل، انوایس و چک است که یعنی سایر فرمت های مختلف داره، میتونی به این فرمت ها چی کنی؟ انتخاب کنی. و بخش چهاردهم که از بخش میمورایز ترانزکشن لیست است که ایران میتونی به صورت ماهوار، هفتهوار، به طور اتومات در سیستم انجام بده، یعنی بعضی از معاملات که بخوای بعضی از معاملات انجام بده میتونی در سیستم به شکل خاص تعریف کنی و بعضا به یک زمان خاص عملی چی خدا حسابداری خدا چی کنی معمیر انجام بده که میتونی به وقتهای مختلفی هایی به شکل هفتوار باشه، به شکل ماهوار باشه سیستم بر شما چی مکنه انجام میده.
بخش اد ادیت ملتی لیست هسته که بخش که هسته زیادتر مربوطی چیست که شما میتونین در این بخش کارمندای خود بگیرین لیست شه تغییرات بیارین یا یک اضافه کنین یا بعضی از بخش های دیگر را درش کنین میتونین از این بخش کار بگیرین که مثلا در اینجا یک مثال کار شده که از پروگرام اکسل ما یک سه کارمند خود نامایش گرفتیم و آوردیم در این بخش چه کردیم؟ اضافه کردیم یا پست کردیم که اینا را اولا در پروگرام اکسل میریم یک جدول جور میکنیم و زمان که بخواییم که اینمی بخش پروگرام اکسل خود در پروگرام کویک بوک بیاریم اولا اونا را میریم کپی میگیریم و بعدا میریم در این قسمت چی میکنیم؟ پست میکنیم. کمی بخش که هستک به طور مثال که کار شده در این بخش سه مشتری را به صورت گروهی وارد کویک بوک کردیم که در مرحله اول وارد کردن گروهی نشان میتونم مرحله دوم که حتما زیادتر به کستومر رسد و مرحله سوم که انوانا را بر شما چی کردم مدی نظرت ببینین این مرحله اول شد که در این مرحله وارد کردن به شکل گروهی است پروگرام اکسل است مرحله دومش به شکل لیست است شما میتونید به شکل لیست از اینجا بخش کستومر را بگیرین یعنی چون ما بس ما سر کستومر است از او خاطر ممی لیست شن تایپ شن کستومر میگیریم و بخش سوم که است به این بخش ما همی بعضی از بخش ها را در پروگرام اکسل که در شیت های مختلف یا در هر شیتی که ایجاد کردیم میتونیم نظر به موشید خود در اینجا چی کنیم؟ کپی پیست کنیم گیره در ساعت بعدی باز بخش عملیش هم مدی نظر میگیریم این درس 3 ساعت تان بود خدا نگهدار موفق باشید.